سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ ده است. من میرزا نبی خلق‌زاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوع های برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر میشود و ثبتش را هم میتوانید ببینید. از فرودگاه راست به کرانتین، بیگاه دیرو شرکت سامون ایر 182 مهاجری درمانده در فرودگاه ژوکوفسکی را به کولوب رسانید. این مسافران از مناطق مختلف تاجیکستان هستند. مسئولین میگویند بعضی از آنها تب داشتند. به همین ترتیب همه آنها مدت دو هفته در حالت کرانتینی و تحت نظارت طبیبان قرار خواهند گرفت. در کجا و در چی شرایطی در برنامه خبری برایتان گزارش خواهیم داد. ولی تنها همین را به شما یادرس میکنم بینندگان عزیز، مخصوصا آنهایی که طول یک هفته اخیر میخواهید هرچه زودتر به تاجیکستان برگردید، حتی با آمدن به وطن نیم ماه دیگر امکان دیداربینی با پیوندانتون را نخواهید داشت. ضمناً برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند که کاردهان در این کشور برای پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس آنها را به رخصتی بیمزد میفرستند. این مهاجران از آن نگرانند که در چنین شرایط امکان پرداخت پول پتن را نخواهند داشت و آنها در شرایط غیر قانونی قرار می گیرند. در این باره نیز در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد و آن را با هم تماشا خواهیم نمود. قرغزستان در شهرها و بعضی ولایت های این کشور وضع فوق العاده اعلان کرده است. سر از امروز حرکت ساکنان در منطقه محدود شده، از ساعت 8 شام تا 7 صبح قیود شبگردی جاری شد. روز 24 مارس رئیس جمهوری قرغزستان سورونبای جانبیکوف این فرمان را صادر نمود و در پی آن پارلمان قرغزستان آن را تصویب کرد. پلیس در درآمدگاه های شهر بیشکک پاسگاه ها بنیاد کرده است. این اقدام به خاطر جلوگیری از تبسیع کرونا ویروس گرفته شده است. روز 23 مارس وزارت بهداشت قرغزستان گزارش داد که در این کشور کمش 42 نفر گرفتار کووید 19 می باشند. این یکی از دیگر موضوع های برنامه امروزی ماست. در شب روزی که اکثر کشورها با کرونا ویروس دست به گریبانند و هر کس چاره پیشگیری از سرایت یافتن به ویروس را می جوید، پزشکان با خود داشتن نقاب های طبی را مصلحت می دهند. طلبات زیاد به نقاب آن را در برخی از دولت ها کم یافت کرده است. در تاجیکستان رای حل این مشکل را پیدا کردن چگونه در برنامه خبری معلومات خواهیم داد و هم می بینیم که صفت و نرخ نقاب های طبی حالا چگونه است. و یک خبر دیگر، از یاد بودی مجسمه های تخریب شده بزرگ بودا در افغانستان نیز خواهیم گفت که هر سال از زمان ترکانیدن دو مجسمه عظیم در ولایت بامیان تشکیل می شود. بنیاد فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در بامیان را به فهرست فرهنگ جهانی شامل کرده است. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوع های برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و از نکلاسکی همراهی کنید. ولی مهمتر از همه در برابر حمله کرونا ویروس از خانواده های خود و از خودتون مراقبت کنید. خدا نگهدار شما.